تغییر رژیم. الان نمیدونم هدف شما از این سوالتون الان عرض میکنم، الان عرض میکنم، در هر صورت اینو میدونم که موقعیت ایران الان در فوق العاده خطرناکه، فوق العاده، و روز به روز هم داره، روز به روز که ترس کنم، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه داره موقعیت ایران خطرناکتر میشه. صد در صد. الان از مردم ایران خواهش میکنم، به خصوص از کسایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن، الان ما دستمون بازتر، صداهای ما، برای اینکه الان من اصلا نمیدونم این نیوزی که الان به این سرعت داره میاد بیرون از این جریان دو تا کشتی جنگی، آیا اینا به گوش مردم ایران میرسه؟ آیا اونا میدونن که الان در چه موقعیتی قرار گرفتن؟ فکر نمیکنم، حداقل نه به صورتی که به گوش ما میرسه. الان فاکس نیوز اینو داده بیرون، سی ان ان داده بیرون، فقط دلم میخواد شما الان برین روی خبرهای یاهو ببینیم از چند تا خبر چند تاش در مورد این جریانه. الان این داغ‌ترین خبریه که داره میاد بیرون. عزیزم خیلی ازت میخوام که مردم کمک کنن، صداهایی که واقعا طرفدار مردم ایرانه به گوششون برسه، که یکیش هم شما هستیم، با امیدوارم که بتونیم صدا تصویر شما رو برگردونیم به ایران. بازم خیلی ممنون از شما، هم لطف بکنید. الان توضیح شما تلفنتون رو به من لطف بفرمایید لطفا. من برداشتم گوشی رو. نه 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 خیر نه خیر. بله بله خانمه اوکی عزیزم، خیلی ازت ممنون، میگم بچه ها باتون تماس میگیرن، خیلی ممنون، قربانتون برم. مرسی. خب بینندگان عزیز، مطلب کاملا درستیه. برای اولین بار من میخوام اولا خیلی ممنونم از این دوست عزیزمون، این خبر رو پیدا کنیم به من بدین الان از یا عرضم به حضورتون که میخوام برای اولین بار یک تحلیل عجیب و غریب براتون بگم. ببینید خانم آقایون، هر تحولی یک تاکتیکی داره و همینطور یک استراتژی داره. شما میدونید خمینی از چی استفاده کرد و آمد سوار موج انقلاب شد؟ آقای خمینی از اختلاف آقای جمشید آموزگار و آقای امیرعباس هویدا نهایت استفاده رو کرد و آمد قدرت رو در دست گرفت. این موضوع رو تا امروز هیچ کدوم شماها نشنیده بودید. خانم ها، آقایان، اختلاف دو جناح در یک نظام بزرگترین آرزوی هر آدم انقلابی است. این اختلاف داخلی میتونه پایه‌ها بیش از هر چیز دیگری میتونه پایه‌های اون حکومت دیکتاتوری رو از بین ببره. امروز این آقای موسوی که اونجا نشسته، فکر نکنید فقط یه آدم آقای موسویه، بالاخره 4 تا دوست تو سپاه داره، 4 تا تو ارتش داره، تو بسیج داره، ارتباط تو روحانیت داره. ما اون عنصری رو که بتونه از این وضعیت موجود استفاده بکنه نداریم. ما باید از این وضعیت بتونیم بهره برداری کنیم، نه اینکه حکومت به موسوی فوش بده ما هم به موسوی فوش بدیم. دقت بکنید، این به نفع ما نیست که موسوی چاره رو در این ببینه که بره به حکومت لبیک بگه. این به نفع ماست که موسوی امروز در این شرایطی که هست باشه. این رو بهش استدعا میکنم. منتها اینجا ما ضعیفیم. ما اگر 2 ماه زودتر رفته بودیم تو ایران و صدامون در ایران پخش میشد و توانسته بودیم اون دوستانمون رو داشته باشیم، مسلم بدونید 25 بهمن یه شکل دیگری بود. الو درود بر شما، بفهمید. الو بفهمید، خواهش میکنم. ببخشید الان یه خبر مهم گفتم ولی نگفت، گفتم دو تا کشتی از ایران. بله الان متن خبر رو دارن آماده میکنن میارن، من براتون میخونم. قربونشون، خواهش میکنم. آقا رضا تایم اون چقدره؟ تایم اون گفتگو چقدره؟
عرض درود بر شما، بفهمید جانبان. بفهمید، خواهش میکنم جانب همایون، سلام از کردم. هم بفهمید جانم. آقای همایون، ممکنه شما با عقیده من مخالف باشین. یه دوستی هموطنی زنگ زد که برای گفت مقابله مصر با این رژیم باید کرد. ببینید من وقتتون رو میگیرم، من متاسفانه خودم از اون افرادی بودم که توی راهپیمایی‌های مجبرشاه میرفتم، یه مقدار آشنایی با ساختار این رژیم دارم. ببین این رژیم یک تئوری داره، میگه هر کسی روبروی من ایستاده روبروی خدا ایستاده، پس این قتلش واجبه. و اون بسیدی هم که پیروز و دیروز رو دونر به خط شما دیدی، با ما حکم داریم از حاکم شهر. ببینید با اینا نمیشه مقامت مسالمت‌آمیز کرد. باور کنید آقای همایون، این تئوری بود که متاسفانه از ناحیه آقای رفسنجانی اومد که مسالمت‌آمیز. مگر با اینها میشه مسالمت‌آمیز جلو رفت؟ 30 سال اینها با این کلمه مسالمت‌آمیز برای خودشون وقت خریدن، هر ثانیه هر دقیقه‌ای که میگذره اینها قوی‌تر میشن. ما هم میشینیم میگیم آقا مسالمت‌آمیز مسالمت‌آمیز، آقا اینها تجاوز میکنن، میکشن، شکم پاره میکنن، دانشجو را بالا پرت میکنن. خب یه جایی برای مسالمت‌آمیز مونده؟ کجای این قضیه مونده مسالمت‌آمیز؟ آیا فکر نمی‌کنیم الان زمان این رسیده افراد مبارزی چون شما و سایرین که تلویزیونی دارن و میتونن با مردم ارتباط برقرار کنن یه مقدار ردیه عرض بشه؟ خب. حالا به شما توضیح بدم. ببینید یه اشکالا این راجبه این مسئله مسلحانه برای اولین بار من حالا توضیح میدم خدمتون، به این صورت بازش میکنم براتون. ببینید قربون، این که ما بگیم مردم مسلح بشن، مردم برن جنگ مسلحانه بکنن، کلام خیلی ساده است، خیلی آسونه، اما متاسفانه فرض رو بر این میذاریم که حالا قبول کردیم این کارو بکنیم. دوستان عزیز، جنگ های مسلحانه اینجوری نیست که آدم یه مش کلاشینکوف بریزه توی وانت باری، را بیفته در خونه ها بزنه، بگه خانم آقایون یکی اسلحه به دستشون بگن حالا بیم بریم با خودتون مقابله کنیم. اگر شما در زمان آقای خمینی دیدید که برخی دست به اسلحه بردن، میدونید چرا؟ از 15 سال قبل دوستان آقای خمینی در اردوگاه های فلسطینی، از جمله آقای قطبزاده، از جمله آقای چمران، از جمله خود سید احمد خمینی، از جمله سید مصطفی خمینی، از جمله همین آقای محسن رضایی، خیلی از اینها تو اون اردوگاه ها آموزش دیده بودن. یک، دو، قربون سرت برم، من پول ندارم پول ارتایممو بدم هر روز باید بیام بشینم جلوی این دوربین بگم آقا یه سکه بخرید، یه کتاب بخرید. جنگ مسلحانه یا مبارزه مسلحانه پول هنگفتی میخواد. این اسلحه ها تو این مغازه ها نریختن که یکی بخری یکی هم مجانی ببر باشه. آقای خمینی پول آقای قذافی رو داشت، پول آقای حافظ اسد رو داشت، بعدم پول گوادلوپ رو داشت. آخه من بشینم اینجا به یه مش مردمی که تخم مرغ تو خونهشون ندارن که شب نیمرو درست کنن بخورن، آموزشم ندارن. خود من روزای اول که آمده بودم آمریکا با یکی از این دوستان رفتیم این جایی که تیراندازی یاد میدن اینا، یا تیراندازی یاد بگیریم. این اسلحه رو داد دست ما، تق ما چجوریم، خودم انقدر عقب عقب یکی رفتم از اون شیشه بشکنه پشت سرم. همینجوری ما بیایم بگیم یه مش جوان پرشر و شور رو ما بیایم بهشون ایده بدیم، تحریکشون بکنیم، اینا فردا غیرتشون به جوش بیان، با یه چاقو آشپزخونه که ماستم نمیبره را بیفتن تو خیابون، میخوان مبارزه مسلحانه بکنن. آخ قربونتون برم، ما ابزار اطلاع رسانی که دیگه کمترین پایه امکانات یک ملت مخالفه رو باش مشکل داریم، باش مسئله داریم، چجوری این رو بیایم تبلیغ بکنیم؟
حالا ما خیلی هم قیافه دموکراتی به خودمون میگیریم، میگیم آقا مبارزه مسالمت آمیز. خصوصی عرض میکنم زور کی رسیده به مبارزه مسلحانه که نرفته سراغش؟ بله میتونی بری سراغش به شرطی که بری تو کشور عربی. کدوم کشور عربی میخوای بری که بخوای آموزش مبارزه مسلحانه ببینی علی جمهوری اسلامی؟ به من بفهمید کجا میخوای آموزش مبارزه مسلحانه ببینی؟ تو آمریکا یا تو فرانسه؟ یه حرفایی بزنیم که عملی باشه. ما باید بگردیم دنبال راه‌های عملی. الو درود بر شما، بفهمید. الو جانم. بفهمید خواهش. جانم. خیلی متشکرم اسم من. دیشب تماس گرفتم دو سه تا پیشنهاد مشخص. بله بله. شما داری میکنی واقعا سخت جای تحقیل داره، جای تشکر داره، چه کار هر کسی هم نیست که بیاد الان جایش ما بشینه. از این حالت واقعا کار خیلی بزرگی بود انجام میدی. خواهش میکنم. دو سه تا دو سه تا مالی اونجا حالا اگر مالی هستی. نه عزیزم عزیزم قربونت برم، این رو خواهش میکنم یک ساعت و نیم دیگه زنگ بزن راجع به اون موضوع تو برنامه دوم با هم صحبت بکنیم. خیلی هم ازت ممنونم. الو درود بر شما. آقای همایون سلام عرض میکنم خدمت. در خدمتتونم. من اول میخواستم یه موردی رو بگم. زمانی که انقلاب شد، البته من خیلی کوچیک بودم اون زمان، تمام ساپورت هایی که میشد از فرانسه بود، آقای خمینی حالا ساپورت میکردن، حالا ببخشید آقا هم گفتم، آقا در شأن ایشون نیست، ساپورت میکردن. و الان مردم ما تو ایران که دست خالی هن، هیچ حمایتی هن که از خارج از ایران نمیشه. حداقل ما ایرانی هایی داریم که توی خارج صاحب سرمایه های آنچنانی هستن، میتونن خیلی کمک بکنن. من فکر کنم بهترین کمکی که از به ایران میشه از خارج از ایرانه، از همین ایرانیایی که در خارج هستن. حالا صدقه سر جمهوری اسلامی هم خیلی اومدن به نون و نوا رسیدن. من وقتی که حمایتی نمیشه، خب مردم میخوان چیکار کنن؟ مسالمت آمیزم که مردم زورشون بیشتر از این نمیرسه، میگم مسالمت آمیز با اونم که کاری از پیش نمیده. مبارزه مسلحانه هم که انقدر قرض توش پیدا میشه، مردم انقدر مشکل پیدا کردن، اون به بیراهه کشیده میشه، اون قرض‌ورزی میشه. حالا همینطوره، بعد انتقام های شخصی و خصوصی پیش میاد. بعد برادر من آخه اینجوری نیست. ببینید آقا این مبارزه فقط یه اشکال بزرگ داره، من راحتتون کنم، پول نداره. شاهزاده رضا پهلوی پول نداره، جنبش سبز هم الان دیگه پول نداره، بقیه هم پول ندارن. همین، به همین سادگی بهتون عرض کنم، جنبش ما هستیم پول نداره. آقا والا پیر پیغمبر، شما یه نیمرو بخواید درست بکنید پول میخواد. شما مبارزه بدون پول نمیتونید بکنید. هر جای دنیا شما دیدید که یه اتفاقی افتاد، بدونید یه پولی پشت سرش بوده. از مصر بگیر، از تونس بگیر، از ایران بگیر، هر جای دیگه هم میخوایم فکر کنیم فکر کنیم، نمیشه. بیمایه فطیره. آقا شما فکر میکنید برادر من، اصلا همه ماجراها رو ول کن، این آقای خمینی که آمدن در نوفل و شاتو، این همه آدم اونجا خونه گرفتن، غذا میخوردن، میخوابیدن، خرج اینا رو کی میداد؟ آقای قطب‌زاده پاپتی یا آقای بنی صدر بورسیه دارای بورسیه دانشجویی؟ برادر من مردم با التماس 15 سال میرفتن با آقای خمینی خمس و زکات میدادن، هیچ کس هم با آقای خمینی میگه این پولا رو چیکار کردی؟ هیچ کس ازش نپرسید. بعدم که سوریه داد، بعدم لیبی داد، بعدم فرانسه داد، آلمان داد، آمریکا داد، ما میگیم این پولا رو که نمیگیریم، اون خمس و زکات هم که نداریم، از صبح تا شب بشینیم جلوی دوربین بگیم حلوا 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 حلوا. همین، باور کنید میتونم بگم الان هزاران نفر بیننده این برنامه. چرا من این چراغا رو خاموش نکرده فورا روشن می، اصلا این چیز حیرت انگیزیه. خب بابا 2 میلیون 3 میلیون ایرانی تو این آمریکاست، 700-800 هزار نفر ایرانی تو این لس آنجلسه،
آیا 70,000 نفر اگر ما جمع می شدیم راه می رفتیم تو خیابون، این توجه دنیا رو به خودمون جلب نمی کردیم؟ نه اینکه نخوان بیانا، نه، این قدرت ایجاد این تناب پیوستگی رو ما نداریم. این قدرت هم متأثر می شود از وجود یک رسانه گردن کلفت. میدونی چه رسانه‌ای؟ رسانه‌ای که این خانم نازنین عزیز من که الان خبر اون دو کشتی رو داد، بهتون بگم خبری تو این زمینه هست. الان ما چون به عنوان خبر و تلویزیون میگیم باید بسیار دقیق عمل بکنیم، الان دارن مجموعهش رو آماده میکنن، تو بخش خبر به اطلاعاتون میرسونن. من نمیخوام یه چیز آبکی نپخته بهتون بگم، تا چند دقیقه دیگه بخش خبر شروع میشه. خب ما یک تلویزیونی میخوایم، یه رادیویی میخوایم، یه روزنامه که آقا اینقدر قدرتمند باشه. گفتم تلویزیون کانال 4 کانال نمیدونم 7 بلند میشه میاد اینجا، چرا باید کاری بکنیم خبرنگارای خارجی پشت این در تلویزیون صف کشیده باشن؟ اینم به دست نمیاد مگر اینکه شما یه گروه خبر ده برابر اینی که دارید قدرتمند باشه. تا نه همینه، دیروز دو تا خانواده عزادار شدن، پریروز دو تا خانواده بچه‌هاشون کشته شد. همین ما میام تو خبر میگیم آقا یک نفر کشته شد. خب به خواست تعداد کثیری از بینندگانمون، من مصاحبه‌ای داشتم با آقای محسن مخملباف در روز 25 بهمن، با تعداد کثیری من مصاحبه کردم. خیلی ها خواستن این مصاحبه رو پخش بکنیم، میگن میخوایم روی یوتیوب بذاریم چیکار بکنیم. روی یوتیوب هم هست البته، ولی این رو من براتون پخش میکنم. دوباره یادآوری میکنم خانم ها آقایان، ساعت 1 بعد از ظهر بعد از برنامه خبر بسیار حیاتیه که به این برنامه، ادامه این برنامه توجه بکنید. تا ساعت 1 بعد از ظهر همتون رو به خدا و ایمان و وجدانتون میسپارم. بینندگان عزیز، آقای محسن مخملباف رو روی خط داریم. آقای مخملباف به شما درود میفرستم، همراه با آقای دکتر علی جوادی در استودیو کانال 1. درود بر شما آقای مخملباف، چه خبر؟ دوستان شما در ایران اطلاع تازه که به شما دادن چگونه است و چه چیز تازه رو میتونیم بشنویم؟ اخباری که من دارم از طریق ارتباطاتی که با ایران دارم، خیلی از خیابونهای شهر به صورت پراکنده مردم حضور دارن و خیلی از جاها درگیری هست. از شبت که رفته رفته به سمت شب که میریم شلوغی ها بیشتر شده. همینجوری که رویتر اعلام کرده حدود 10,000 نفر در خیابونا بودن، منتها همیشه خبرگزاری ها چون با احتیاط میزنن و اخبار قبل‌تر رو میزنن، حضور مردم خیلی وسیع‌تره. نکته مهم اینه که باید خیابونا به نظر من ترک نشه. اون چیزی که دوستان ما هم از ایران میخوان اینه که دوباره بر نگردیم به خونه و اینا فرصت نفس کشیدن پیدا کنن و دوباره سرکوبشون رو شدید کنن. تجربه که تو روزای انقلاب ما داشتیم اینه که از یه گوشه شهر مثل پادگان فرح‌آباد، خم و فراق، دست به تظاهرات و اشغال در واقع پادگان زدن، بعد به همه جای شهر کشیده شد، مردم یکی یکی کلانتری‌ها رو گرفتن. من تصورم اینه که یه گروهی شجاع‌ترن، بعدش مردم میپیوندن بهشون. باید فهم که سال گذشته این بود که وقتی 2-3 میلیون نفر اومدن بیرون، آقای موسوی متاسفانه برگشت خونه. شاید فکر میکرد که این رژیم با همین 2-3 میلیون فرقشون داده شد که ما یک سال فرصت دادیم به این رژیم برای که شکنجه کنه، تجاوز کنه، سرکوب کنه. این رژیم رو عاقبت یک حادثه‌ای که پیوسته و چند روز طول میکشه به سقوط میکشونه. یه نکته رو هم من میخوام اضافه کنم که دوستان ما از داخل میخواد، من که دم تیر این حکومت هم میگن مبارزات بدون خشونت، آیا معنیش اینه که ما باید این کتک بخوریم، دست و پامون بشکنه، گلوله تو مغزمون بخوره؟ من تصورم اینه که دفاع واجبه. از ماندلا میپرسن آیا بدون خشونت خشونت هم میشه انقلاب پیروز شه؟ میگه اون روز آخر حتما یه خشونتی اتفاق میفته و هر جهت کسی که باتون داره میزنه میشه باتون از دستش گرفت، کسی که اسلحه گرفته رو به دوست تو میتونی اسلحه رو از دستش بگیری. در دوره انقلاب مردم کلونتری ها رو گرفتن،
تصور من اینه که این آتش اگر ادامه پیدا کنه و اگر مردمی که تو خونن منتظر بودن تعداد بیشتری برن ملحق بشن به این گروه ها و دو سه روز این قضیه ادامه پیدا کنه عقب میشینن. یک نکته مربوط به پاسدارا و بسیجی ها، اینا اگر یه خود در خطر بیفتن و احساس کنن که خیلی خوب اینا کشته میشن برای سیدعلی خامنه ای، بچه هاشون بی بابا میشن، به هیچ وجه وای نمیستن. خیلی جنگ نابرابری در یک سال اتفاق افتاده. من به نظرم دفاع واجبه، مردم باید افزه رو عدست اینا بگیرن، کلونتری ها گرفته بشه. و این که ما هی میگیم مبارزات بدون خشونت، معنیش این نیست که همه سیری بخورید اون گوشه صورتت هم بیاری چلو برای سیری بعدی. به هر جهت بایدی تمرکز کرد روی سقوط خامنه‌ای، روی سقوط نظام ولایت فقیه. باید باور کرد که این رژیم اصلاح پذیر نیست و ما خیلی به آگاهی دادن به مردم نیاز نداریم. مردم ایران تحصیل کردن و با پوست و گوشت و خونشون حس کردن ظلم این نظام رو. ما به شجاعت احتیاج داریم و شجاعت به امید احتیاج داریم. تونس و مصر به اندازه کافی به ما امید میده که اگه مردم مصمم باشن و چند روز پایداری کنن این رژیم خواهد رفت. آقای مخملباف، یک من اولا به شما تبریک میگم، این موزگیری که دارید رو خیلی تحسین میکنم. به من بفرمایید که آیا تصور نمیکنید که اون شور و هیجان اون روزهای 22 و 25 خرداد 88 رو چند تا عامل باعث شد که این فروکش کرد؟ یکی بازگشت به خونه ها همونطور که شما فرمودید، یکی اون اعلامیه آقای موسوی که تأکید کردن برش که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، این در داخل و این که شعار هنجار شکن ندیم، شعار ساختار شکن ندیم، و در خارج از کشور هم که برخی از دوستان سبز ما به شدت برخورد میکردن که آقا کسی مثلا پرچم نیاره فلان. الان به نظر من این یخا آب شده و خیلی از مبهمات روشن شده. شما به عنوان یک هنرمند شاخص ایرانی سبز، نظرتون چیه راجع به مجموعه این تصورات و حرفا؟ من اعتقادم بر اینه که اولا ایران مال همه ایرانی ها از هر گرایش و گروه، قوم، ملت، مذهب، و ما باید فکر کنیم 75 میلیون ایرانی در ایران به دنیا نیومدن که گروه ها، احزاب، خطها به اونا بگن شما حق نداشتید در این سرزمین به دنیا بیاید. آفرین. و باید دموکراسی از آراء اینا به وجود بیاد و باید فرصت بدیم مردم هر دوره رئیس جمهور بعدی خودشون انتخاب کنن. الان اون چه که مشترک فروپاشی نظام ولایت فقیه، شخصا معتقدم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. سال گذشته به اندازه کافی همه ایرانی ها پیدا کردن بر این که این نظام به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست و اصرار بر این که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش اشتباهه. ما بایستی بگیم که فقط ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، ایرانی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. ما باید به سمتی بریم که نسلی که الان 40 میلیون نسل جدید بعد از انقلاب، اینا هنوز فرصت نکردن نظرشون رو بگن. اینا از جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش از شلاق به یاد دارن، شکنجه به یاد دارن، توهین و تحقیر به یاد دارن، سرکوب شدن تو خیابون به یاد دارن، تجاوز تو زندان زیر نام خدا رو به یاد دارن. من باورم بر اینه که این نظام اصلاح شدنی نیست و بالاخره هم با یک انقلاب از بین میره. این انقلاب تلاش این بدون خشونت باشه، رژیم داره میکشونتش به سمت خشونت. من باورم به اینه که ما به خشونت نمیریم، ولی به هر جهت مردم نمیتونن صبر کنن تا ابد اسلحه روی سینه اینا باشه. من یه خاطره رو میخوام از زمان انقلاب نقل کنم. اون موقع من 2-3 ماه بود که از زندان آزاد شده بودم و با آقای بهزاد مرادی و گروه مجاهدین انقلاب اسلامی شروع کرده بودیم تازه گروه ها رو جمع کردن و این سازمان رو شکل دادیم. بهزاد نبوی سوپ رادیوی تکموج رو توی خونهشون در خیابون ویلا کنار سازمان انتقال خون به صورت بیسیم در آورده بود و ساواک و شهربانی و ارتش رو شنود میکرد.
پادگان فراهابات که شلوغ شد، من مسئول شدم که به در جنوبی پادگان فراهابات که به اونا خبر بدیم که اگه بهشون حمله میشه. در همون لحظه اونجا خونه خاله من کوچه بغل در جنوبی پادگان فراهابات بود، ما فکر میکردیم از اونجا شلوغ میشه، ولی بعد همه ایسیم ها که شلوغ میشد توسط به ازاد نروی دونه دونه کلونتری ها مرفتن ما داریم تسلیم میشیم، گلوله کم آوردیم و همینجور که مردم اطلاع داده میشد مردم میریختن و کلونتری هایی که میدونستن دیگه گلوله ای نداره رو میگرفتن. الان من تصورم اینه که تکنولوژی جدید بچه ها همین امروز بیسیم بسیجی ها رو شنود کرده بودن، گذاشته بودن رو بالاترین، میتونن اینا رو بشنبن، به نقاط ضعفشون اطلاع پیدا کنن، اینو در اختیار همون جوانایی که تو خیابونن بذارن. تصور من اینه که عاقبت با تفخیر لانه های فساد جمهوری اسلامی نظام میریزه. این نظام یه رفت بیشتر نداره، یعنی شما تمام جمهوری اسلامی رو که تو مشت دین بقید فقط یه جمله میزنه بیرون، اونم از زبان خامنه ای، اگر یک قدم عقب بشینم شکست میخورم. پس باید ترس ایجاد کرد. اصلا نگران این نیست که مردم آگاه بشن یا نشن. این مرد اینقدر احمق، شما ببینید با جعفر هیچ نمی کنه. اگر این آبرو براش مهم بود، پرستیژ مهم بود، اینکه مردم نفهمن چه خبره مهم بود، اجازه نمیداد 20,000 هنرمند جهان در دفاع از جعفر پناهی حرف بزنه. شما میدونی هر فیلمسازی، هر نویسنده ای وقتی دشمن اینا میشه، این دشمنی و این نفرت از تو کتاب ها و فیلم ها و مطبوعات در میاد. برای اینا اصلا مهمی، اینا میدونن بی‌حیثیت هم، فقط فکر میکنن از طریق ترس میتونن باقی بمونن. مقابله با ترس شجاعته، نه آگاهی دادن. خواهش من از رسانه ها اینه که مردم رو تشجیع کنیم با دادن اخبار دو جا که مثلا مردم رو ضعیف میکنه، مردم رو دوباره نترسونیم، به خونه ها بر نگردونیم. بالاخره یک روزی ما باید چند روز تو خیابون بمونیم و از ترسمون عبور کنیم. برای شجاعت ما امید میخوان. تونس و مصر دوباره به ما امید دادن. خود ریختن مردم امروز بیرون دوباره به مردم امید میده. ما یه یعفی گرفته بودم که دلایل مختلف داره. یکیش متاسفانه اختلاف اپوزیسیون در خارج از کشوره که هنوز مردم به قدرت نرسیدن. اینا تصور من خب رئیس جمهور بعدی کیه؟ باید بذاشت مردم انتخاب کنن. ما باید حول حقوق بشر با هم متحد بشیم و فکر کنیم قانون اساسی فردای جمهوری ایرانی قانون حقوق بشره. بس سوء استفاده از مذهب. مذهب یه امر شخصی و هر کسی میتونه یه مذهبی داشته باشه. پیوند یه مذهبی با ایمانش نباید دخیل بشه در سرنوشت کسان دیگه که ممکنه ایمان یه جور دیگه تفسیر میکنه. بنده معتقدم ایران نه یه کلمه کم نه یه کلمه بیش، معتقدم بازگردوندن 3 میلیون مردم به خونه ها خطا بوده. باید اون 3 میلیون میشستن تو خیابون تا تکلیف معلوم بشه، روزی که رژیم آماده چنین حضوری نبود. نه اینکه مردم رو هی مایوس کنیم. به هر جهت من تو ایران فیلم ساختم، با سیای لشکرها هم کار کردم، دیدم که یک نفسی دارن بعد از یه ساعتی خسته میشن. چون چی به مردم بگی 8 ساعت پشت هم دیگه فریاد بزنن؟ تست کنید خودتون ببینید چند دقیقه پشت هم میتونید فریاد بزنید. اما بایستی که این رو با حضور میلیونی با پشتبان دیگه حفظش کرد، به این معنی که مردم رو هی نکشونیم تو خونه، بکشونیم بالا پشتبان فقط الله الله اکبر بگن، دوباره بعد یه هفته خاموش باشن. این کلکن سفکونا ازش تغییر نمیاد. شما مردم مصر رو ببینید، علی رغم این که رژیم آمریکا خطا کرد، یعنی اونجوری که گفت من کاری نمی کنم موسوی باشه یا احمدی نژاد، وقتی 3 میلیون مردم تو خیابون بودن و من خوشبختانه واشنگتن بودم به دستیار آقای اوباما گفتم شما در حق مردم ما ظلم کردید، با گفتن این کلمه به اندازه خودتون ناامیدی دادید. چطور در مورد مصر آقای اوباما فوری از مردم حمایت کرد، اما در دوره احمدی نژاد دو تا نامه فدایت شدن برای آقای خامنه ای نوشت و گفتش که ما کاری به امور داخلی شما نداریم. همین امر تشجیع کرد خامنه ای رو برای سرکوب مردم و به همین اندازه آقای اوباما دست داره در سرکوب مردم ایران، حداقل ناخواسته. من خواهشم از همه آقای مخملباز فرد ایرانی اینه که مردم رو تشجیع کنیم
من احساسم اینه که باید باقی موند و باید ادامه داد و باید گذاشت که جوونا کار خودشون رو بکنن. این جوونا اگر میگیم ما هم نیستیم و این جوونا خودشون رهبری رو دارن، بذارید این جوونا کار رو تموم کنن. این انقلاب اسلامی اصلاح شدنی نیست، نه اسلامی شد، نه انقلابی شد، نه انسانی شد. و خامنه ای تا هست این مردم نمیتون روز خوش ندارن. و من آخرین جمله اینه که باید رو شعار اصلی تمرکز کرد. خامنه ای باید بره، سادش کنیم، نگیم که تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی. این کلمات پیچیده دردی رو دوا نمی کنه، مرگ بر دیکتاتور هم دردی دوا نمی کنه. خامنه ای باید بره، نظام ولایت فقیه باید بره. آقای مخملباف، موضوع‌گیری‌هایی که الان مطرح می‌فرمایید و خیلی واضح و روشن به نظر من جلوی خیلی از اختلافات رو به خصوص در خارج از کشور می‌گیره. فقط می‌مونه یه نکته. شما فرمودید که 40 میلیون ما جوانی داریم که اینا اصلاً در اون رأی‌گیری مربوط به جمهوری اسلامی شرکت نکردن. اما دو جا در فرمایشاتون اشاره کردید که تحولات بعدی برمیگرده به این که انتخاب کدام رئیس جمهور. آیا شما این حق و قائل خواهید بود در آینده به عنوان یک هنرمند سبز که این مردم حتی نظام حکومتی رو خودشون انتخاب بکنن که آیا جمهوری باشه، مشروطه باشه یا هر چیز دیگری؟ ما در واقع وقتی از انتخاب حرف میزنیم، از انتخاب همه چی حرف میزنیم، آفرین، حقوق بشر حرف میزنیم. اعتقاد بنده بر اینه که در قانون اساسی که اصل ولایت فقیه توش هست، امکان نداره که شما میتونید حقوق بشر رو اجرا کنید. کاملا صحیح. اگر رأی گیری بشه بر این که این نظام جمهوری اسلامی باشه یا نباشه، من قاطعانه خودم شخصا میگم نه، رأی من نه. و هر کسی باید رأی بده به آینده ایران. من امیدوارم ایرانی ها رو حقوق بشر توافق کنن به عنوان یک قانون اساسی و روی یک آیندهی که در بشون باشه، نه یک کسی که ابدی بیاد و بخواد سرنوشت ما رو معلوم کنه. هر نسلی، هر دورهی، هر چند سالی، بالاخره ما باید حق داشته باشیم رئیس قوه مجریه‌مون رو انتخاب کنیم. کاملا صحیح. ما باید حق داشته باشیم که بگیم قوانین اساسی کشور ما با حقوق بشر تضاد نداشته باشه. مگه ما غیر بشریم؟ مگه سوال شما بهتر از قوانین حقوق بشر سراغ داشتی؟ اگر که خدایی باشه و اگر قرار بود پیامبر جدیدی فرستاده بشه، حتما کتاب آسمانیش حقوق بشر بود، برای حداقل برای این دوره. نه، خیلی ممنون آقای محسن مخملباف، خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما. امیدوارم در طی ساعت آینده بتونیم ازتون استفاده کنیم و خبرهای تازه‌تر رو به اطلاع مردم برسونیم. ایزی تل شاپ تمام کانال های فارسی زبان را در رسیور اومگا 100 برای شما تنظیم کرده است، با خروجی های مختلف، با مجوز استاندارد FCC، با قابلیت اتصال به تمام تلویزیون ها، مدل DSV 5700، ساخت کره، با یک سال خدمات پس از فروش، با قابلیت اتو اپدیت. رسیور اومگا 100. تلفن تماس 818-882-8300. یادگاری جاویدان، سکه آپادانا، ضرب نخستی سکه به نام کوروش بزرگ.